بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ادامه درس ورد 2013 را می خوانیم و در درس آنلاین ما از کانون علمی فرهنگی و مرکز آموزشی تکنولوژی معلوماتی آیتی محمدیان خوش آمدید. در محمدیان علمی فرهنگی کانون تا او در معلوماتی تکنولوژی و لورد و ازدکل و مرکز تا خراغ لست. ویلکم تو محمدیان ساینتیفیک کلچرال کلاب اند انفارمیشن تکنولوژی سنتر. We now start the continuance of our lesson in Word 2013. برای از اینکه Word باز کنیم، میام start menu the useless Word است باز میکنیم و Word باز کنیم. در اینجا Word open شد و در اینجا Word template آمد. اگر شما میخواین از این template ها از یکش استفاده کنین، کلیک کنین، استفاده کنین، در غیر از او برین blank document بگیرین. به عنوان مثال من از document adjacency resume استفاده میکنم. بیاین در اینجا کلیک میکنم، کلیک کردم همین صفحه باز میشه، میبینین صفحه هم به اتومات دیزاین شدگی هست و من تنها تغییرات اسم ولد چیزای خودم میارم، کمپانی که من کار میکنم او را میارم و داتا میارم، تایتلش هم میارم و ایمیل آدرس و بغیره چیزای دیگه. مثلا بیاین اینجا تایپ دات، در اینجا تاریخ معلوم کنین، در قسمت بیاین دات 18 است، پس دات تنظیم شد. در اینجا رزومی نیم، در رزومی نیم کلیک کنین شما و بعد از او اینجا یک از نامه را تایپ کنین. مثلا شما بیاین ایره کلیک کنین، در اینجا پکچر عظیمی آیا شما میتونین دی پکچر را ایره چینج کنین، رایت کلیک بیاین فارمات پکچر، دی فارمات پکچر، در قسمت بیاین در اینجا پکچرز، دی پکچرز بیاین پکچر کالر، پکچر پرفیکشن، در قسمت خب هر صورت پکچر شما میتونین کلیک کنین، بیاین در اینجا فارمات شیف، فارمات، دی فارمات، چینج دی پکچر، در قسمت change the picture کلیک کو، picture offline بگی و بعد از او picture دیگه میتونی بیاری. مثلا شما بیاین در word document در اینجا در قسمت word 2013 در اینجا picture دیگه انجد کنن، picture و جایش تغییر میخورن. دات همون دات است که شما در اینجا select کردین که 18 است. بعد از او در این قسمت در بعد از او اینجا کمپانی که تو کار میکنی نام کمپانی تا بودی، مثلا محمدیان scientific scientific cultural and information technology learning center. So size کوچک کنن، در قسمت کلیک کنن شا سایزش کمی کوچک شو تا تمام سفر رو نگیره. در این قسمت او رو کمپانی ده فون نمبر، فون نمبر تا در اینجا تایپ میکنه یا یکی جا نیم بود اوردر نویسنده نام از یکی هست، در این قسمت اوردر رو بزنین، اوردر در این قسمت یا نام بتن یا کمپانی رو بتن یا نام، در این قسمت فون نمبر، ده فون نمبر شما شماره تلفن 2093 96 765 45 81 76 شماره خودم است و شماره خود شما شماره خود تا بدن. در ایمیل آدرس خودم میتونیم ablaq@gmail.com و بعد از اون در آدرس مثلا شما آدرس فعلی ما، آدرس اصلی ما از ولسوالی جلگه است، خوشکک ویلج، ویلج اند جلگه دیسترکت بغلان Provence, Afghanistan and address اصلیم است و address فیلیم در بغلان است و type your web address. اگر شما web address دارین www.mblog.blogfor.com web address هم است و بعد از شما در قسمت پایین از این در اینجا objective type میکنین، my objective My objective is to work with experienced people. دایجا experienced people دای قسمت کلیک میکنیم. بعد از education
ادوکیشن طور معکوس بکن. به معنا فعلا شما از کجا فارغ شدید؟ مثلا فعلا شما این بی ای دارین، اول این بی ای را بتن، بعد از اون بی ای تانا، بعد از اون سکول تانا. در اینجا مثلا این بی ای میگیریم، بعد از اون در اینجا تایپ آف کمپلیشن، در اینجا کمپلیشن دات، در اینجا 2015 میگیریم و بعد از اون تایپ دیگری در اینجا این بی ای و در اولیش نام پانتون می آمد. در اینجا ISBM نوشته کنن و بعد از او یا IBM نوشته کنن. IBM در بعد از او در اینجا تایپ در لیست اف اکامپلیشمنت اکامپلیشمنت دانه در اینجا تایپ می کنن و بعد از او ورک اسپیرنس در ورک اسپیرنس تایپ یور جاج تایپ یور جاب تایتل در اینجا فایننس منیجر می گیرن manager و type the start the تاریخ که آغاز کردن کار 2014 و بعد از type the end 2015 و بعد از type the company name مثلا IRS و بعد از type the company address in a Kabul میگیرن و type your job responsibility go to office every day and direct the staff every day and other responsibility. So now dear ask from you about your skills. What skill do you have? I can't work like work with computer programs and speak English, speak Pashto, speak Urdu. क्या आपको उर्दू आता है? और उर्दू बोल सकते हैं तुम? अगर आप लोग उर्दू बोल सकते हैं तो इधर आपके स्किल में अपने स्किल सेक्शन में उर्दू लैंग्वेज को टाइप करें. Urdu and Farsi و غیره. این بود یک رزومه که برای شما تنظیم شده. از این رزومه شما میتونین استفاده کنید. بیرق خب این را سیف میکنم. در سیف به عنوان تمپلیت در بیان دیجا در ورد the word behind the word template بگیرن و بعد از او اوکی کنم. این را کلوز میکنیم. وقتی کلوز کردن بیان start menu the word 2013 در اینجا دو چی پیدا میشه. یک فیچر است یک پرسنل است. the personal چیزی است که ما آماده کردیم. the feature چیزی است که از خود word است و چیزی که ما اینجا آماده کردیم در پایین است. در پایین آمده به نام word در قسمت adjust resume در این قسمت اتمی آمده است. در اجاز ریزومی در این قسمت ریزومی لیتر در این قسمت. خب در پرسنل برم در این استفاده کنیم. کلیک کنیم آلا و آلا در بعد از رو کلوز میکنیم دون سیف و بعد از رو بیاین ورد رو باز کنیم ورد 2013 و بعد از رو اینجا بلنگ داکومنت میگیرم. در بلنگ داکومنت ما دیروز ورد انترفرس ورد خواندن یعنی شکل ظاهری ورد. اما ما امروز از فایل شروع میکنیم. فایل منوی فایل چی میکنه؟ شما یک فرمت بده یک راپور نوشته کنین دن دو ست خواست بسته انتر و بعد از برین در فایل. فایل یک راپور است که 300 صفحهی 400 صفحهی در اینجا 2000 خواست بسته بعد از مساویر هم خواست بسته 2000 خواست بسته انتر و بعد از اون مساوی رند قوس بسته 2000 بعد از او قوس بسته انتر 2000
در اینجا تقریبا 77 صفحه است. دیگر رند قوس باز 2000 قوس بسته انتر. در اینجا تقریبا 100 صفحه میشه. در 100 صفحه شما راپور دارید. حالا این 100 صفحه را شما به نام یک نام ثبت میکنید. اینجا را به نام تایتل بار میگه. بر نام که را ثبت کنید باز را تایتل بار ایمیل 91 صفحه است. میگه این را سیف بکنیم بیاین دیجی در دکستاپ نه در داکومنت سیف بکنیم مای داکومنت به نام افغانستان که سیف کردیم. بعد از او این را دون شو می اگین را اوکی کنیم. اینجا به نام افغانستان دینی قسمت در قسمت تایپ شد دینی قسمت افغانستان ورد. بعد از او در فایل می این فایل شما در بخش انفو ما چند چیز داریم. این اینجا به نام افغانستان آمده. در کجاست؟ در مای داکومنت دسته میگن. انفو به معنای معلومات دادن راجع به امی فایل. در اینجا شما معلومات میتین راجع امی فایل تا. در فایل در این قسمت اینی سکشن برای شما میگه که این پروپرتیز میگن. در پروپرتیزش میگه سایزی که شما کار کردین در این سایز 13.9 کیبی است. سایزی امی فایل تا. امی راپورتان پیج چند صفحه است؟ 91 صفحه است. در ورد چند لغات کار شده؟ 4,047,800 لغات استفاده شده. توتال ایدیتینگ تایم چند دقیقه میشه که سرش کار میکنی؟ 2 دقیقه میشه. تایتل برش اضافه کن. در اینجا یک تایتل برش میکنی مثلا بغلان ریپورت. تجه در کدام راپور دیگه است ارتباط داشته باشه؟ در اینجا نوشته کن افغانستان ریسرچ و بعد از کامنت در اینجا یک جزئیات بده. در اینجا بده It is a ongoing report. بایرام that related that last modified to the 10 p.m. and created to the 9:58 minutes. Last printed, no printed yet. And the related people, like نفع افرادی که دیگه کار کردن. اوردرش از امارتی. در جمع شما میتونید تغییر بتنیشن. امارتی را تغییر بتن. در جمع نوشته کنید. ام ابلاغ. از کجا تغییر میتن؟ از قسمت اکانت. از اکانت به نینجا میرین و بعد از شما در چی؟ در اپشن. بعد از اپشن که رفتید این از دیگه یوزر نیمتانه تغییر میتن به نام ام ابلاغ و بعد از او این اوکی میکنیم. بیایم در انفو. در انفو که آمدیم به نام ام ابلاغ این تغییر میخورن. در صورت که شما چی کنیم شد در نینجا بیاییم Add an word. در این قسمت بیاین نوشته کنین ام ابلاغ و بعد از او فایند بزنین. در اینجا یک نام بتین مثلا بیاین اینجا ام ابلاغ نیمش باشه ام ابلاغ اد جیمیل باشه و بعد از او ادرسش بغلان باشه. فون نمبر 765-45-81-76 باشه و آدر فون نمبرش 2093-93-780-35-49-05 باشه و بعد از او ای را سیف کنن میشه. ویب سایت اگر داره نداره در اینجا ات دایرکتوری بگیریم. بعد از او ادوانس فاین ناو بزنه. وقتی فاین ناو زدیم چون که سب شدگی نیستن نمه. خب هر صورت بعد از او نیو کانتکت بگیریم. در نیو کانتکت دین اینجا بعد از او نوشته کنین محمد امیر میدل نیمش محمدی ابلاغ و بعد از او دیجه لاست نیمش ام ابلاغ و بعد از او دی قسمت پرسنل تایتلش ام ابلاغ می نیک نیمش محمدی ابلاغ ایمیل آدرسش ام ابلاغ @gmail.com و بعد از او پکچرش هم از اینجا شما میتونید چینج پکچر کنین. در اینجا بیاین پایین در قسمت یک پکچر دیگه از ورک لیسن از یک قسمت پکچر بتن و بعد از او ایره اد کنن. وقتی که اد کردن اوکی کنن
بعد از شما میتونین از این استفاده کنین. اوکی فاین. حالا ای اوردر در اینجا بیاد اینجا چی باشه؟ ای اوردر باشه. اوکی در اینجا میاد. خب بعد از او ای آل شو آل پروپرتیز، شو آل پروپرتیز که بزنیم بیشتر نمایش میده. در اینجا استاتیوز، اد استاتیوز اینجا بگو که ات از کامپلیتید، ات از نات کامپلیتید. کامپلیتید منظور ما همه راپورت است. کاتگوری از کدام کاتگوری است؟ از کاتگوری های ریسرچ است. و بعد از او سابجکتش دیگه چیست؟ دیگه سیکوریتی، سیکوریتی اف بغلان. و دنجا ایپرلینگ اگر در کدام جای ارتباط داشته باشه www.mblog.blogfa.com. و کمپانی که سرش کار کرده این کمپانی از محمدیان سنس سنسیفیک کلچرال اند کلچرال کلاب اند انفورمیشن تکنولوژی لرنینگ سنتر. سو در این قسمت آل شما ای چیزا را علاوه کردن. ای در کجا بدرد می خورد؟ در وقتی ای ضرورت است که شما اینجا دارین 190 صفحه دارین. ای یک راپوری است که شما از بغلان آماده کردین و می خواهین که در وزارت داخله روان کنین یا به یک از وزارت ها یا یک از کمپانی ها روان کنین. در کمپانی خصوصی کار می اینال اون منجرتان اوقع وقت نداره که بسه راپور ایره بخوانه و بخاطر از که بفهمه که این راپوره که آفسرم از بغلان روان کده فلد آفسرم در باره چی هسته بازی را از طریق چی میگیرن؟ از طریق میرن مستقیم در اینفو میرن، در اینفو میرن و در اینفو از اونجا معلومات را راجع به ای معلومات را راجع به چی هست پیدا میکنن. ده اینت میرن ده آل ده فایل ده فایل ده اینفو و بعد از او از اینجا میخوانه تمام پروپرتیز ها و پروپرتیز به چند شکل دیگه هم هست. اینجا را کلیک کنین شو داکومنت پینل بزنین ده اینجا یک پینل ظاهر میشه که ایرم به نام داکومنت پروپرتیز هست. ده اینجا اودرش چیکار هست؟ ده اینجا مثلا نویسندش محمد امیر محمد امیر محمدی ابلاغ است. تایتل ریپورت تایتل از بغلان ریپورت و بعد از او ده قسمت از بغلان سیکوریتی کیوردش در کدام بخشش کیورد همون بخش نمی کدام صفحهش بسیار مهم است. صفحات نتیجه گیری بسیار مهم است در یک راپور و صفحه فهرست مطالب. شما صفحه فهرست مطالب در ورق چهارم می او را برش می گید. کاتگوری از جمله ریسرچ است. It is not completed. ای فایل تالا کامپلیت نشده. It is not completed. بعد از ده قسمت لوکیشنش در کدام جا موقع داره؟ در درایف سی یوزر ام دی ان داکومنت افغانستان داکما. و بعد از او دینج در کامنتش میگم که It is an ongoing report research. It is an ongoing research. یعنی یک ریسرچ تحقیقات از که برای دائم ادامه خواهد داشت. چند بار دیگه هم در این باره تحقیقات خواهد آمد. اما اگر نویسنده بینیمی معلوماتی که پروید کرده تهیه کرده قرائت حاصل نشد باز معلومات بیشتر اگر میداد باز میره در ادوانس در این قسمت بیاین کلیک کنین ادوانس پروپرتیز میگه ایجا کلیک کنین ای ظاهر میشه. در این قسمت میگه که راپور به نام افغانستان است و تیپی راپور در اینجا مایکروسافت ورد داکومنت است. لوکیشنش در این قسمت میگه لوکیشنش در درایو سی یوزر ام دی ان داکومنت است و سایزش هست 13.9 کیبی که 14246 بایت میشه. خب اموز دوست نیم افغانستان داکومنت است. کریتید تاریخی که ما ایره چی کردیم ایجاد کردیم روز جمعه سپتامبر 18 و 2015 تاریخ نوم
9:59 دقیقه و 56 پیم است و مودیفاید در فراید سپتامبر 18 و تاریخ 2015 10:03 پیم بوده و اسست فرایدی یه قدر بوده و بعد از اون تا 10 بجه بوده. خب اتریبیوت ریدینگلی ایدن آرچیف اینا در دیگه جای میخوانیم، اما سامری در سامری بیاین در تایتلش بغلان ریپورت است، در سبجکتش سیکورتی اف بغلان است، اودرش محمد امیر است، اما منیجر ازیکتی است، منیجر شاید باشه یک کس دیگه محمد کبیر، منیجر کسی است که راپور کنترل میکنه، اما محمد امیر فیلد آفیسر است در بغلان، راپور میسازه، جمعواری راپور را میکنه، اما باید یک منیجر تایید کنه، پس اون منیجر کبیر است. کمپانی که وظیفه سپرده محمد امیر با محمد کبیر کمی راپور را بسازه، محمدیان سینستفیک کلچرال کلاب این انفرمیشن تکنولوژی لرنگ سنتر است. کاتگوری از جمله ریسرچ هاست، کیوردش هم چهارم است، صفحه چهارم بسیار مهم است و این راپور که است آنگوینگ است و سایتی که ما این راپور شیر کردیم www.mablog.blogspot.com است. خب اینجا اگر تمپلیت بگیری باز سیف شود، در موقعی که سیف باشه محتویات داخلش معلوم میشه، اگر نگیری معلوم نمیشه. در بعد از او استاتیک، در استاتیک کریتید داتا میگه برطان، مودیفاید داتا میگه و اسیست داتا و پرینتید داتا میگه، تا حال چون که پرینت نشده پرینتید داتا برای شما نمایش نمیده. اما لاست سیفید با ام آر تیسته و ریویژن پیج چند بار پیج باز شده؟ یک بار. توتال ایدیتینگ تایم داتا قصد که ما سر از این کار داریم. استاتیستیک در ایجا استاتیستیک نیم پیج value 91 paragraph 1000 paragraph line 3000 word 47800 character حرف 2000 21000 212600 character است، حرف است و character with space 259400 character امرای فاصله هایی که دادیم اسپیس های دادیم است. و در بعد از اینجا تایتل چیزایش اضافه شده، کستوم این چیزا را خود ما از اینجا داریم، اما بعضی چیزایی که ما نداریم مثلا فون نمبر، تاریخ تکمیلش، کیا همکاری کرده، چند نفر کار کرده، مثلا شماره تلفن، ایمیل آدرس، این چیزا نیست، این را باز از کستوم اضافه میکنیم. مثلا نوشته میکنیم میل ایمیل دایجه بیاین تکس چی بگیرن؟ تکس بگیرن. دایجه باز قیمه امو ایمیل ناشته کنین mablog@gmail.com و بعد از او اد کنین شماره تلفن، فون نمبر، فون نو، بعد از او در قسمت نو، در قسمت بیاین تکس بگیرن، نمبر بگیرن، دایجه 293 65 45 65 45 81 76 بتین و بعد از او اد کنید. در قسمت بعد چک ایت بای، امیر راپور توسط که چک شد، در اینجا تکس میتی توسط بگی محمد کبیر و بعد از او در قسمت ای را اد کنن. در قسمت بعد از این دات کامپلیتید، تاریخ که ای کامپلیت شده، دیج دات بتن، دیج بگو صفر نوه صفر نوه صفر اجده 2015 و بعد از او اد کنش. در بعد از او دیگه قسمت هم چیز دیگه، مثلا آیا ای راپور ادامه داره یا نی، باز دیگه از دیس on going report باز در اینجا بگیرن yes no، باز بگیرن yes اشه و بعد از او اد کنن. خب این معلومات های بود که ما در اینجا اضافه کنیم. خب آل ای را کلوز میکنیم، ای راپور خود را فکر کنیم که ما با کس دیگر روان کرد، با منیجر ما در کابل یا در ولایات دیگر مزار یا در زونا روان کردیم،
این راپور از مای داکومنتش را باز کرد و بعد از او افغانستان است. در قسمت که باز کردید این آل وقت نداره که کل راپور بخوانه. به این خاطر بازی میره در فایل. در فایل میره اول این قسمت پروپرتیز میخوان. محمد امیر است و امی بلاغ است. و بعد از او ایجا شو آل پروپرتیز میزنه که جزیات بعدی از این در ایجا گفتگی است. و این قناعت نمیکنه میره در پروپرتیز شو پینل میزنه در اینجا میره. اینجا را ایفا انفارمیشن معلومات هایی که شما در اینجا تهیه کردین او را میبینم. در بعد از او از اینجا هم قناعت شاصل نمیشه میره ادوانس پیپر. ادوانس پروپرتیز. در اینجا این معلومات ها را مرور میکنه پرویو میکنه. و بعد از او در سامری میاد. در سامری هم اینا را پرویو میکنه. و بعد از او در ستاتیک. در ستاتیک اینا را پرویو میکنه. و بعد از ده کانتنت و کستوم میر چیزایی که ما اضافه کرده بودیم اونا را مطالعه میکنه و به هدف میرسه. بعد از او ده قسمت ایره کلوز میکنه. اگر درست بود برتون تایید میکنه، اگر مشکل دار برتون پس دوباره ریجکت میکنه یا رد میکنه. بعد از ده فایل، ده فایل ده انفو ده این قسمت ما چی داریم؟ ده ایجا پروتکت داکومنت. مثلا همین داکومنت ما میخواهیم که قفل داشته باشه. ای برای ما برای کس دیگه اول میخوایم که بیاین اینجا که چی است. مارک است فاینل. همه داکومنت ما 300 صفحه است آماده است. بعضی اوقات ای تو میره کارسر تان یک بار یک قسمت سلکت میکنه از تویش تان یک کلمه این تو میشه دلت میشه. اما میخوایم که این از اینمی دلت شدن تصادفی سلکتای تصادفی جلوگیری شود. ما او را باز به خاطر از اینکه چون که ما دیگه ادیت نمی کنیم راپور ما تکمیل است، دیگه هیچ کار مثلا ادیت دی ضرورت نیست. به این خاطر باز ما میریم هیچ چیز اضافه نمی کنیم، هیچ چیز ازش کم نمی کنیم، فایل ما به آخر رسیده. باز ما به اینجا به خاطر از این میریم که دیگه تغییرات آوردن نشو از تغییرات های تصادفی جلوگیری شوه، باز مارک از فاینل میکنه میشه و بعد از اوکی میکنه میشه دیگه او که بزنین شه آل بیاین فایل پس باز کنین دیجه بیاین کلیک کنین. کلیک کردین دلت بزنین یا چیز بزنین دلت نمیشه. دا اینجا میسیج میتا پرتون دا نوتفیکیشن میگه که دا مودفیکیشن از نوت الاود بیکاز سلیکشن از لاکت. تغییرات اجازه نیست به خاطر از اینکه ای یک لاک شده کیسته. باز مارکت از فاینل دیجه برای شما میگه ان اوردر از مارکت دیس داکومنت از فاینل تو دیسکورج ایدیتینگ. یا کسی امی نویسنده از این فایل ایده به عنوان مارکت فاینل انتخاب کرده تا از ایدیتینگ بیشتر جلوگیری شود. اگر شما ایدیت اینوی میگیرین بازیجا بزنین باز ای فایل از ایدیتینگ بیرون میشه. شما میتونین که ایدیت کنین. کنترل زد. بعد از اون میرین در فایل. در فایل پروتکت داکومنت مارکس فاینل. بعد از اوکی و اوکی دوم هم بزنین. در قسمت اینجا رنگ سب سرخ زرد میگیره و دین اینجا برای شما ایدیتینگ اجازه نمیدن. و بعد از فایل در فایل پروتکت دیجا داریم انکریپت. اول ایدیتینگ ایره اول آل انکریپت چرا غیر فعال است؟ به خاطر از اینکه مارکس فاینل فعال است. آل ما میخوایم مارکس فاینل غیر فعال کنیم و اینجا مارکس فاینل غیر فعال در اینجا غیر فعال شد و شما آل میتونین که برن پروتکت داکومنت. اینجا میخوایم که یک پاسورد داشته باشه. یک پاسورد داشته باشه که کسی دیگه ای باز کرده نتونه. مثلا شما در کمپانی کار میکنین که پیش از پیشین یکی است، بعد از پیشین دیگه کسی میای به جای تو. باز شما اگه فایل تان در روی صفحه باشه و تغییرات میره، خب به خاطر از اینکه از تغییرات از او جلوگیری کرده باشیم باز ما یک پاسورد میکنیم. بیاین در اینجا انکریپت وید در پاسورد بزنیم. در اینجا مثلا 1 2 3 4 و بعد از او همین پاسورد تان اوکی کنین. برتان میگه کنفرم پاسورد. در اینجا 1 2 3 4 بزنین و بعد از اوکی کنه نشه. در اینجا این رنگ زرد میگیره به این معنی که پاسورد فعال است. و بعد از شما در اینجا این را سیف کنین و بعد از او کلوز کنین و بعد از او پس برین بازش کنین. در اینجا پس دبل کلیک میکنین باز شد از ما پاسورد میخواد. تا که پاسورد ما نتیم
باز نمیشه. اگر شما پاسورد 1 2 3 4 5 بدین و بعد از اوکی کنین میگه که the password incorrect, word cannot open the document, see این دکومنت برای ما باز نمیتونه به خاطر که لغازیر پاسورد شما غلط بودن. در بعد از این کلوز کنین، بعد از دبل کلیک کنینش، وقتی دبل کلیک کنین 1 2 3 4 بتین، بعد از اوکی کنین ورد برای شما محتویات باز میکنه به این رقم. اما اگر شما پس کلوز کنین، بیاین اینجا دبل کلیک کنین، پس دوباره داخل شین، دوباره از شما 1 2 3 4 کود میخواین، اوکی کنینش، اوکی کنین کود باز میشه. چطور کنیم که کود از بین ببره؟ میرم دا فایل میرم پس پروتکت داکومنت، انکریپت داکومنت را کلیک میکنیم، این اینجا چیزی که هستی را سلیکت کنین، بعد از او بک سپیس را بزنین تا پاک شود و بعد از او اوکی کنین. دا اینجا فایل از حالت پاسورد بیرون شد، آره کلوز کنینش، سیف کنینش و بعد از او برین از درایف دبل کلیک کنین، دا اینجا برای شما ای باز میشه. در بعد از دا فایل بیاین دیجا پروتکت داکومنت، دیجا دارن رستریکت ایدیتینگ، دیجا کلیک کنن. رستریکت ایدیتینگ که هست جلوگیری میکنه از ایدیت کردن از ویرایش دیگران در صورتی که پاسورد نداشته باشن. با شما دیجا رستریکت ایدیتینگ سیتینگ، دیجا فارماتینگ رستریکشن لیمیت فارماتینگ تو ا سلیکشن اف استایل، دیجا کلیک کنن و بعد از او ایدیتیشن رستریکشن، ایرا الاو اونلی دیس تیپ اف ایدیتینگ ان دا داکومنت، دیجا ایرم کلیک کنن و دا بعد از او باز اینا فعال میشن. ای که فعال شد دنینجا نو چینج رید اونلی بگی و بعد از او دیجا ایوری وان بگی اکسپشن اپریشنل سلیکت پارت اف دا داکومنت اند چوز او یوزر او الاو اور الاو ایت تو فریلی ایدیت دیم. ای در صورت میشه که شما در نتورک وصل باشین، دیگه کسا را اجازه داده میتونید که در یک قسمت از وردتان کار کنه. اما در این حالت چون که ما دیگه یوزر ندارم، ایوریوان اجازه نمیده میشه. خب در بعد از در این قسمت ای را بیاین بگیرنشه و بعد از اینجا start enforcement are you ready to apply this setting you can turn off them later. Yes, enforcing بگیرین و بعد از او از شما ایجا پاسورد بخواهیم. در ایجا 1 2 3 4 بتین در اولیش در خانه اولی Enter the new password optional. Enter new password پاسورد جدید دانه بتین optional اختیاری است میگه. در ایجا 1 2 3 4 بتین و بعد از او در قسمت در قسمت بعدی از یه re-enter your password پاسورد تانا تکرار کنین 1 2 3 4 و بعد از اوکی کننش. وقتی اوکی که کنیم در این قسمت ایش تغییرات ما آوردن نمیتونیم به هیچ وجه تا اینجا. ای را کلوز کننش، بعد از یه سیف بگیرین و بعد از دبل کلیک کنین پس باز شوه. وقتی که باز شد در اینجا آل شما یک تغییرات بیارن، مثلا به این رقم اینی صفحه ای طرف ظاهر میشه که ای پرتکت شده گیست شما باید پرتکشنش غیر فعال کنیم. خب آل استاپ پرتکشن میزنیم، از اینجا وقتی ما پرتکشن میخواییم استاپ کنیم باز از ما پاسورد میخواییم 1 2 3 4 5 بتیم و بعد از اوکی کنیم میگه که غلط است، the password is incorrect. اگر شما بین استاپ پرتکشن 1 2 3 4 بتیم و بعد از اوکی کنیم در این قسمت ای پس فعال میشه. در اینجا ما گفته بودیم که تنها دیده شود، دیگه هیچ کار نشود. باز این بار میگیریم که fill in form، در اینجا اوکی کننش و بعد از او yes بگیرین و بعد از او در اینجا start enforcing کلیک کنین و در اینجا 1 2 3 4 بتین، بعد از او 1 2 3 4 بتین اوکی کننش. در اوکی بعد از او در قسمت در فارم از این تغییرات آورده میتونین شما در صورتی که یک فار ایجاد کرده باشه. خب شما استاپ پروتکشن بزنین 1 2 3 4 و بعد از او اوکی کنین، در قسمت فیلنگ فارم در ایجا کومنت رو بده، کومنت ایوریوان و بعد از او یس استارت انفورسینگ. ما میگم هرگاه تغییرات آمد تغییرات در کومنت اشاره شود 1 2 3 4 و بعد از او 1 2 3 4 و بعد از او اوکی کنینش.
اوکی کردن ای را سیف کنین و یک بار کلوز کنه نشان. وقتی کلوز شد دبل کلیک کنه نشان. وقتی دبل کلیک کردن دنجن یک تغییرات برن. مثلا یورا دلت کنن. وقتی دلت کردن دنجا بر شما کامنت دیجا دلت نمیشن. مگم شما میتونین که ایره چی کنین؟ ایره برای منیجرتان روان کردین که ایره غلطیاشو اصلاح کنن. اما دلت کرده نتونه تنها کامنت داده بتانم. مثلا درباره امی یو. مثلا بیاید اینجا چی؟ کل کمندا غیر فعال است. فقط یک چیز فعال است کامنت. کامنت بده که دلت دیس. دلت دیس. ایره دلت کن. به این رقم کامنت نوشته کرده میتونم به این رقم. اما پس بیاین معایلات در ریژن I can't edit. خب در بعد از او ایجا بیا stop protection ایره بگی 1, 2, 3, 4, 5 و بعد از او اوکی کنیش. اوکی که کردن در این قسمت میگه که انترنت چی غلط است. پس stop protection بیاین 1, 2, 3, 4 بتین و بعد از او اوکی کنیش. در این قسمت ای پس فعال میشه. در اینجا گزینه بعدی از track change است. track change چی میکنه؟ ایجا yes بگی. در اینجا stop track change که است همه تغییرات آورده میتونه ولی باز اونا نشانه میدن. در اینجا yes enforcing 1, 2, 3, 4 و بعد از او در این قسمت 1, 2, 3, 4 و بعد از او ایرم اوکی کنه نشه. وقتی که اوکی کرده نشه در این قسمت دا بعد از او ایره سیف کنه نشه. سیف کردن بعد از او کلوز کنن. در اینجا yes سیف بزنن و بعد از او دبل کلیک کنن ای باز شوه. ارگاه که ای باز شد در اینجا فقط read only داره. در read only ایره print layout بگیرن. در print layout در قسمت بیاین تغییرات بیاره. مثلا change دلیت کنن. وقتی دلیت کنن در اینجا یک شکلک میگیره بنامه trend change. در اینجا بیاین appear را دلیت کن. در جایش دیگه چیز نوشته کن. در اینجا یک شکلک میگیره در این طرف چپ خط میگیره و در بعد از او در اینجا چیز دیگه نوشته کن. به اینجا خط میگیره استاد شو برات میگه که click here to show the track change. دبل کلیک کن براتو نشان میده track change جایی که شده در اینجا برا شما نشان میده. بعد از او شما برین از track change. از track change در اینجا بیاین چی کنین؟ ایرا غیر فعال کنن. در پروتکشن در ریویو بعد در ریویو رسترکت ایدیتنگ در اینجا استاپ پروتکشن بزنن و بعد از او 1, 2, 3, 4 و بعد از او اوکی کنن. ای کارا ای ترکشن جز بین میره و بعد از او در قسمت شما میتونن ترکشن جا بیرقم استفاده کنن. خب اما درس امروز ما فقط همه قدر بود. در مینوی فایل ما تاوه در پروتکشن در اینجا انکرپت داکومنت رسترکت ایدیتنگ خواندیم و رسترکت اکسس چی است ایره در بعدی و دیجیتال سگنیچر هم در بعدی میخوانیم انشاءالله. سلامت باشین و شما هم میتونین که سوال داشته باشین مطرح کنین و تا اینکه شما سوال ها را مطرح میکنین شاگرد عزیز کانون علمی فرهنگی و مرکز آموزشی تکنولوژی معلوماتی آیتی محمدیان شما درساش بیننده هستین دوست عزیز دی محمدیان علمی فرهنگی کانون او دی معلوماتی تکنولوژی و آیتی ازدکر مرکز درسونه تا وقعی است و تاسو کولش هم فده آنلاین درسونه که گدون وکی مونگ سره تماسونه سه رجستریشن داخله وخلی او فیسونه دیر مناسب دی او تاسو دی مصروفیت پر اساس تایمونه جوڑه و او تاسو کوله شه پده آنلاین درسونه که برخ بخلی. محمدیان سنسیتیو کلچرال کلاب اند انفورمیشن تکنولوژی لرنینگ سنتر پرزنتینگ دیس لیسن دیس آنلاین لیسنز. You can get enrollment to NCIT, IIT, CIT DL, and CEL, web designing, e-business, e-commerce, internet, movie mixing, and photo studio. And also we have Ulum Dini, Ulum Science, Amadegi Concord, Ulum Alsana, Unar Orfa, Lisana Mili, Bain Al Malali,
and other programs which you need to follow with us. خب دوستان شما اگه سوال ندارن بسته میکنیم پنجره را و در روزهای بعدی انشاءالله درس‌هایتان بیشتر خواهد بود.